تاریخ شب یلدا و قدمت اون به حدود 7000 سال برمیگرده و تا به امروز یکی از باستانی ترین رویدادهای ایرانه. در زمان قدیم مردم ایران کشاورزی میکردن و همواره به دنبال رصد حرکت ستارگان و خورشید بودن. مردم درک کرده بودن که وجود نور خورشید به نفع و سود کارهاشونه، از جمله کاشت و رشد محصولات. و با رسیدن فصل پاییز که طی این اتفاق روزها کوتاه‌تر و شب‌ها بلندتر میشن، به خاطر کمبود نور خورشید محصولات به خوبی رشد نمی‌کنه و با رسیدن آخرین روز پاییز به خاطر پایان شب‌های طولانی جشنی برپا می‌کردن تا به نحوی شکرگزاری خودشون رو برای نور بیشتر به جا بذارن. در زمان قدیم به شب یلدا شب زایش خورشید می‌گفتن، چون که معتقد بودن که در این روز خورشید دوباره از نو و قدرتمندتر از همیشه متولد میشه و تابش نور قوی‌تر رو برای مردم به ارمغان میاره. تا به امروز به خاطر ذات شادی بخش این روز نام‌های متفاوتی برای اون در نظر گرفتن. به عنوان مثال یکی از معروف‌ترین اونها خرم روزه که در دوران کهن اوستایی این نام رو برای این روز در نظر گرفته بودن. البته به تازگی نام جدیدی هم برای این روز گذاشتن که احتمالاً از سال دیگه به جای شب یلدا توی تقویم عنوان دیگه یا می‌بینیم. شب یلدا توی تقویم تغییر کرده به روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان. برای جشن گرفتن مردم کهن سعی می‌کردن از خوراک و طعام بر سر سفره‌های خودشون قرار بدن و به مرور زمان که این جشن همه‌گیرتر شد، مردم سعی کردن که با برگزار کردن جشن‌های همگانی شکرگزاری خودشون رو برای طلوع دوباره آفتاب پرقدرت بر فراز آسمان بیان کنه. یکی دیگه از کارهایی که مردم انجام می‌دادن این بود که از ابتدای غروب به جشن و پایکوبی می‌پرداختن و حین بامداد تا طلوع منتظر آفتاب می‌نشستن و وقتی خورشید طلوع می‌کرد به همدیگه تبریک می‌گفتن و به سمت خونه‌هاشون می‌رفتن و اون روزو کاملا استراحت می‌کردن. یکی از دلایلی که به شب یلدا شب چله هم میگن اینه که چله در واژه‌های باستانی به معنای زمستانه و با شروع زمستان دوره چله بزرگ آغاز میشه که به اون چله بزرگ میگن. این دوره بلند از 1 دی تا 10 بهمن ماه ادامه داره و چله کوچک هم از 10 تا 30 بهمن ادامه داره و این ایامو چله کوچک مینامن. یکی دیگه از روایت‌هایی که راجع به شب یلدا وجود داره اینه که حضرت مسیح هم در روز انقلاب زمستان متولد شده و اگه دقت کرده باشید عید کریسمس و عید یلدا هر دو در امتداد همدیگه برگزار میشن و مسیحی‌های ایران علاوه بر جشن شب یلدا جشن کریسمس خودشون هم برگزار میکنن. چیزی که شب یلدا رو نسبت به خیلی دیگه از اعیاد باستانی متمایز میکنه آداب و رسوم اونه که خیلی هم دوست داشتنیه. یکی از معروف‌ترین اقدامایی که توی شب یلدا باید انجام داد تهیه و تزیین میوه‌های مخصوص این شبه. اگه در دو روز آخر ماه آذر گشتی توی شهر بزنید متوجه پر بودن شهر از این میوه‌ها میشید. دو میوه انار و هندونه بیشترین شهرت رو در بین میوه‌های یلدایی دارن، اما دیگر میوه‌ها مثل خربوزه، پرتقال، نارنگی و خیار هم معمولاً در سفره‌ها وجود دارن، اما قطعاً دو میوه انار و هندونه پای ثابت تمامی سفره‌ها هستن. دلیل تاکید زیاد این عید بر میوه انار به خاطر اینه که در زمانهای دور و قدیم همیشه انار رو میوه مقدسی میدونستن و سعی میکردن که در تمامی اعیاد از انارهای قرمز بر سر سفره‌هاشون قرار بدن. در یک سری از شهرها از لبو و شلغم هم به عنوان میوه سر سفره استفاده میشه که دونستن اون خالی از لطف نیست. شعرخوانی و شاهنامه خوانی در شب یلدا یه رسمه که قدمت باستانی نداره، اما از زمانهای قدیم این سنت باب شده که بعد از جمع شدن افراد خانواده در کنار همدیگه به رسم احترام بزرگ فامیل همه رو دور همدیگه جمع میکنه و از اشعار قدیمی ایرانی بازخوانی میکنه. این اشعار متعلق به شاهنامه فردوسی، اشعار حافظ، اشعار سعدی و تمثیل‌های قدیمی و محبوب هستند که البته در اکثر خانواده‌های ایرانی بیشتر از شاهنامه فردوسی استفاده می‌کنند. داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی هیچ وقت تکراری نمی‌شن و چه بسا داستان‌هایی که تا به حال از اونها چیزی نشنیدید. و چه فرصت بهتر از شب یلدا که در کنار خانواده جمع بشید و داستان‌های قدیمی ایرانی رو بازخوانی کنید. فال حافظ هم تقریبا در تمام خانواده‌های ایرانی و در شب یلدا رایجه. به این شکل که فرد بزرگ خانواده برای تک تک اعضای خانواده فال حافظ می‌گیره. من نگاهی به سرنوشت اونها از دیدگاه حضرت حافظ می‌ندازه که خب صمیمیت خاصی توی خانواده به جریان می‌ندازه. از دوران باستان روشن کردن آتش در شب یلدا یکی از سنت‌ها بوده، اما به مرور زمان و خصوصا در دوره جاری این عادت کمرنگ‌تر از گذشته شده.
البته هنوز خانواده‌های ایرانی هستن که برای سنت اصیل پای دارن و پافشاری می‌کنن، اما به دلیل فرهنگ‌های شهرنشینی دیگه این موضوع کمتر توی کلان شهرها دیده میشه. شاید شما هم چندین بار اصطلاح یلدا برون رو شنیده باشید. تازه عروسایی که البته هنوز به خونه همسر نرفتن، در این شب‌ها در خونه خودشون منتظر خانواده همسر میمونن تا خانواده داماد با کادو، میوه و جواهرات به استقبال عروس برن و معمولاً خانواده عروس و داماد در این مراسم شب یلدا رو با هم دیگه سپری میکنن. در این روزایی که همه درگیر زندگی هستن، شاید شب یلدا جز محدود زمانهایی باشه که تمامی اعضای خانواده کنار همدیگه جمع میشن. پس این زمان یکی از بهترین موقعیت‌ها برای بازی‌های دست جمعیه. یه سری از این بازی‌ها میتونن بازی‌های کارتی باشن که البته منظورم همون چیزی که شما بهش فکر کردید. پانتومیم همجاز بازی جذابیه که توی دوره همیای خانوادگی میشه اجراش کرد و البته علاوه بر اینها هر نقطه از ایران رسم و رسوم خاص خودشونو توی شب یلدا دارن. شما هم توی کامنت ها راجع به رسم جالبی که توی منطقتون توی شب یلدا اجراش میکنید برامون بگید.